بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز میپرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله ها. سلام علیکم و رحمت الله دوستان خوب بیننده، خیلی خیلی خوشحالیم که ویژه برنامه سمت خدا در شب میلاد با سعادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از طریق شبکه سه سیما در تقدیم نگاه مهربانتون میشه. حاجای قرائتی سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام ان شاء الله مبارکتون باشه. سلام علیکم و رحمت الله، همه بینندگان عزیز انشالله مبارک باشه، سلامت باشید، حال شریف خوب انشالله که خدا رو شکر. الحمدلله خیلی خوشحالیم که امشب حاجای قرائتی مهمان ویژه برنامه ما هستن و انشالله بتونیم به بخشی از سوالات شما که به دست ما رسیده بپردازیم و انشالله ایشون پاسخ بدن. حاجای قرائتی و دوستانشون یک رشته تخصصی دارن به اسم رشته تخصصی مهدویت که دوستان رو تربیت میکنن در اون مجموعه. عمده فعالیتون چی حاجای قرائتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امام زمان علیه السلام یه زمانی نگاهی که بهش شد امام دوازدهم شیعیان، الان یه مسئله سیاسیه، میگن آینده جهان با کیه؟ شاید آمریکا اصرار کنه آینده جهان با دست ما باشه، اسرائیل، هر کسی ممکنه بگه من قهرمان آیندم. بنابراین نگاه به امام معصوم غیر از امام دوازدهم، ما معتقدیم آینده جهان مال حضرت مهدی است، والعاقبت للمتقین والعاقبت لأهل التقوا. بنابراین در حد این کارهایی که میشه کار خوبیه، شعر، شکلات، مداحی، سخنرانی، چراغونی، اطعام، شربت، دستتون درد نکنه. اما یه شبهاتی وارد میشه از طریق رسانه ها و اینترنت و اینا که باید یه گارد ویژه پاسخ به سوالات بدن. خصوصا ما معظم رهبری رسیدیم در 2000 سال پیش، ایشون دعا کرد و تشکر کرد و فرمود برید را بندازید و ما آمریم از مجلس سه نفر خواستیم: دکتر شیبانی، مرحوم ابو ترابی که 10 سال اسیر بود، آقای مرحوم ایرانی نماینده قم، از دانش پرورش، از صدا و سیما، از بازا، از افراد مختلف و یک گروهی تشکیل شدیم، بنیاد فرهنگی مهدی موعود ثبت دادیم و طلبه ها که سطح خوندن، یعنی دیپلم دارن 1، 10 سال هم دست طلبگی خوندن تقریبا 2، 2-3 سال هم خارج خوندن 3، اینها رو 3-4 سال تخصصی مهدویت. این رشته رو از طریق شورای عالی انقلاب حوزه قم، شورای عالی مرکز مدیریت، آمدن هم کتابا رو دادن، سرفصلا، اساتید و پایین‌ترین درجهش فوق لیسانس است و جمعی هم دکتر 300 و خورده فارغ التحصیل داریم ما که پارسال 1800 سفر کردن. یعنی هر کجا ایران سخنران فنی میخوان برای امام زمان، یکی از اینها میره، حالا با قطار، ماشین، هواپیما. یعنی سال 90 ما 1800 سفر داشتیم، سفرهای تبلیغی با موضوع مهدویت، با موضوع مهدویت از کارشناس رسمی. و الانم من دیروز میخواستم بره شبکه‌ها، علتم که خودم اومدم اینجا، چون به مسئولش گفتیم، گفت تمام 300 فارغ التحصیل ما تو ایران پخشن. بنابراین من خودم آمدم تو تلویزیون چون می‌خواستم اونا بیان دیگه، نبودم. خدا خیرتون بده ان شاء الله، خسته نباشید و خدا قوت میگم به شما. اگر اجازه بدید بریم سراغ سوالاتی که دوستان به ما رسیده. در این مدت شاید بارها در مورد اهمیت شب نیمه شعبان ما گفتیم، دوست داریم که از زبان شما هم بشنویم که امشب چه فضیلتی داره. من زبونی ندارم، از زبان امام صادق. امام فرمود بعد از شب قدر بهترین شباشو بنیم شعبانه. 2، هر که دعا کنه مستجاب میشه، جز این که دعا کنه بره گناه، اون مستجاب نمیشه. و اگر کسی بتونه امشب نخوابه تا صبح، ما که تا 12:01 بیداریم، 2-3 ساعت هم تحمل کنید، ولو حالا با شکستن تخمه و چای خوردن و کپ زدن، یه کار کنید که نخوابید، با ذکر دعا و خوابتون رو با چای و اینها برطرف کنید. عرض کنم که کسی اگر امشب نخوابه احیا بگیره، روزی که دلها میمیره دل ای زنده است. و الان تو بعضی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز شنیدم البته، و مثلا دانشجوها احیا می‌گیرن تا صبح. با
بنابراین کسی تو خونه‌اش هست یه دعای کامل، دعای کامل هم که مال شب جمعه، اصلش مال نیم شعبانه، فوتوکپیش مال شب جمعه، اصل دعا کامل میشه. به هر حال با مطالعه، با قرآن، دعا، و به هر حال شب خوبیه. و از جمله سلامی هم به امام حسین بدیم. سلام امام حسین خیلی آسونه، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. همین الان شما بگو السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. از بهترین کارهای شب نیمه شعبان سلام به امام حسین. خدا لعنت کند اونها که با انفجارها زیارت امام حسین رو ناامن کنند. بسیار خوب، دوست داریم هممون هم نوا بشیم و این سلام به امام حسین رو همه با هم بگیم. این سلام رو بشنوید و اشاره برمیگردیم در مسار جغرافی خواهیم. امشب یادتون نره برای همه دعا بکنید، همه اونهایی که التماس دعا گفتن، همه اونهایی که محتاج دعای خیر شما هستن، برای فرج خودمون دعا بکنید، برای فرج آقامون دعا بکنید انشاءالله. فکر میکنید رمز و راز این همه احساسات، این همه اشتیاق و جغرتی که تو جامعه ما الان داریم میبینیم چیه؟ توجه خود آقاست. یعنی انسان مثلا برای پدرش هم فوقش یه سال سالگرد میگیره، یا دو سال تولد، یا پنج سال، یا ده سال، که بعد از 1200 سال این تو عشق از آنان اینا خودشون چشمک میزنن. یعنی از دست کتاب و اینترنت و ماهواره و اینا نیست، خودشون دلها را جذب میکنن. دل دست خداست، یا مقلب القلوب، این دل دست خداست. مثل بچه ها که جبهه بودن، این بچه که تو جبهه بود اول ممکن بود حولش رو به برادرش نمیداد، یعنی اگر برادرش با حولش صورتش رو میخواست بود داد میزن، حولش رو نه به برادرش بده، ولی جونش رو به اسلام داد. این تحول دست خود خداست. حول حالنا الى احسن الاحوال که دعای سال تحویده این خود با اشاره خودشونه، خود حضرت در واقع عنایت. بله انشالله خداوند این گرایش ها و علاقه ها رو روز به روز زیاد کنه و ما رو از این عشق و معرفت دور نکنه انشالله. نزدیک نیمه شعبان که میشیم، عیاد شعبانیه که میاد، هممون جدی یاد امام زمان میکنیم. این چراغونی ها هم که میبینیم همیشه به یاد حضرت هستیم، میبینیم یه اتفاقی داره میفته. آیا فقط یاد حضرت باید در همین ایام نیمه شعبان باشه، ایام ولادتشون باشه؟ اصلا هم که حضرت آیت الله صافی چند روز پیش میفرمود که آیت الله عظمای بروجردی که استاد همه مراجع بودن، فرمودن به طلبا هیچ منبری نباشد جز این که یادی از امام زمان بکنید. در تمام سخنرانی یاد امام زمان مده های عادت خوبی دارن که قبل از اینکه کارو شروع کنن اللهم کل ولیکو میگن. و یه روایتی دیدم، بعد هرچی فکرم کجا دیدم پیش گشتم پیدا نکردم، ولی دیدم و گفتم که حضرت مهدی فرمود من مکرر یاد شما هستم و اگر دعای من پشت سر شما نبود دشمنان شما رو قورت می‌دادن.
و من فراموش نمیکنم شما را. بلا ناسین لذیذ. بلا ناسین لذیذ. یعنی من فراموش نمیکنم شما را. وقتی آقا به ما تلفن میکنه، حیفمو گوشی رو برنداریم دیگه، خود آقا پشت خطه. وقتی امام زمان به ما دعا میکنه، طوریه. نمازم اینطوره. صدا اذان که میاد سریع بریم سر نماز. یعنی یک کس عادی تلفن کنه، شما اگر ظرف هم میشوری تو آشپزخونه، شیر و مندیم گوشی برم دارید استکان بعد و بعد میشوری. یه بارم بیام کار بکنیم. وسط استکان شستن صدا اذان شد، شیر رو ببندیم، نماز بخونیم، استکان سوم بعد بشوریم. این اذان ها تلفن خداست، گوشی رو بردارید، نذار عقب بیفته. متأسفانه وقتی اشغالیم ما رو. بله؟ میگم متأسفانه وقتی ما اشغالیم. یعنی خدا میاد زنگ میزنه ما اشغالیم. ان شاء الله که زندگیتون سرشار از معرفت و معنویت باشه. عید میلاد ان شاء الله مبارکتون باشه. حاجات هر وقتی که اینجا هستن بیاین از محضرشون استفاده بکنیم و از این فرصت. در مورد امام زمان در کتاب ها، در سخنرانی ها بارها بارها مطالبی ما شنیدیم. آیا همه اون چه که درباره امام زمان گفته می شود صحیح هست یا خیر؟ یعنی بیاییم یک آسیب شناسی داشته باشیم، از حضورتون استفاده بکنیم، نکات شما رو بشنویم. بالاخره هر وقت طلای حقیقی، هر طلا و قلابی هم هست، اصل واقعی اصلا، یعنی هر چی طبیعیش هست مصنوعیش هم درست میکنن. بله. یعنی هر مناره که روش از اون میگن، چهار تا کفترم میان، کبوترم میان روش میشینن. بحث مهدویت هم همینطوره، آسیب های زیادی داره. آسیب های مهدویت یکیش اینه که مثلا بگیم که انتظار منفی، میگیم امام زمان میاد درست میکنه، پس ما دیگه دست به کار نکنیم. این انتظار نی، احتضاره. احتضار یعنی داره میمیره، یعنی محتضر. انتظار امام زمان یعنی انتظار حرکت، انتظار قدرت، انتظار موفقیت، یعنی امید. نه یعنی باشه خود آقا میاد درست میکنه، دست رو دست گذاشتن نیست. بله. ببینید یه مثال بزنم و این مثال هم مثال خوبیه. من این مثال تو ماشین از شهید مطهری یاد گرفتم. یه زمانی زمان شاه من خدمت ایشون بودم، تو ماشین میرفتیم تهران. ایشون این مثال از مرحوم راشد لغوی کرد. بله. که تو رادیو صحبت میکرد زمان شاه. خیلی مرحوم شهید مطهری از این مثال آقای راشد خوشش اومده بود. برام میگفت، منم برای شما میگم. میگفت که آدم شب که میشه منتظر هستیم فردا طلوع خورشید بیاد، اما تاریکی نمیشینیم. پا میشیم برق روشن میکنیم، منتظر خورشید هم هستیم. یا زمستون منتظر هستیم هوا گرم بشه، اما یخ نمیکنیم. پا میشیم کرسی بخاری داغ میکنیم. معنای انتظار اینه که صبر کن صبح خورشیده، شبیه هم باید لام روشن کنیم. چه مثال خوبی. مثال خوب. معنای انتظار این نیست که صبر کنیم زمستون تموم میشه. بله زمستون تموم میشه، هوا گرم میشه، اما یخ نکن، کرسی بخاری هر چه پاشه. ما انتظار امام زمان داریم و نباید بشین تاریکی رو یخ کنیم، باید خودمونم حرکت کنیم، منتظر اون حرکت اصلی هم باشه. خیلی خوب، خیلی خوب. یک، بعضی وقتا از امام زمان چهره خشن میگن، امام زمان میاد همه رو میکشه. نه، شما ببین نایب امام زمان چه که امام خمینی. امام خمینی آمد قبر رضا شاه رو خراب که عینه ها آدم و ابنیت شرک بنده با امام زمان بس وقت اون رو خراب بکنه، بعضی آدم هم میکشه. هویدا رو کشتن، نصری رو کشتن، یه عده هم دستشون بالا میگیره. رجایی معلم با فضیلتی بود، بود تا رئیس جمهوری. بنابراین امام زمان میاد طاغوت ها رو قلقم میکنه، امت حزب الله رو بالا میبره. چهره خشن قرار بگیرن. بله، چهره خشن نیست از امام زمان. امام زمان از پدر به ما مهربون تره. این معرفی چهره خشن اینم غلطه. مسئله دیگه ملاقات گرایی. هر کسی هر چی به ذهنش میاد فکر کنه امام زمان ده. یه سید بزرگوار دیدم، یه کسی شال سبز گردنش بود، یه کسی نمیدونم. این حرفا نی. دکون بازار داغه. خوابای دروغی نقل میکنن. یه کسی اومد پلوم تو نهضت سوادآموزی گفت خواب دیدم که چرا قد قصه میخوری، طلبکار داری. امام رضا دیشب به خواب اومده گفته برو پلو قرائتی بگو یه پولی به ما بده. طلبام بدم. خوابش که نرسید گفتم به امام رضا بگو شما دیگه مثل بعضیا چه که بیمحل صادر نکن، اول پول بفرست بعد به خواب مردم بیا. خب دروغه. یا مثلا آمده و پلو زنم آقای رئیس شهری که امام صادق گفته که به خواب اومده یقدر گریه نکن، میخوای بری مدینه برو با آقای رئیس شهری بگو میفرسته. آقای رئیس شهری بهش گفت که بهش بگو خود امام صادق بیاد به خواب من، خواب تو رو قبول نده. ملاقات های دروغی دکونه.
البته ملاقاتای بوده، اما این ملاقاتایی که ما میشنویم بالای 90 درصد شاید بشه گفت دروغه. یکی تعیین وقت، امام زمان همین هفته میاد، این سالا میاد، این ایام ظهور میشه. حدیث داریم هر کی گفت امام زمان کی ظهور میکنه بهش میگه دروغگو. هیچ که حق نداره زمان تعیین کنه. یا مثلا فرض کنید تطبیق ناسواب، میگیم این که میگن یه سید حسنی یه سید حسینی غلط فلانیه، گاهی تطبیق کنن با این رئیس جمهور، گاهی با او رئیس جمهور، گاهی با او عارف، گاهی با او نمیدونم انقلابی، گاهی با او نمیدونم نماز شب خون، این تو نیست. ما حق تطبیق نداریم. یکی از خلافا مباحث غیره، آیا امام زمان ازدواج کرده؟ نه. به تو چه میخواد چه کنی؟ چه مسئله غیر ضروریه؟ مثل بحث کنیم با علی سینا چند کیلوه، به چه دردت میخوره؟ آخه گاهی وقت کارهای لغو انجام میدیم. حاجی رفتم مکه برمیگرده میگه هفته دیگه دو تا بلنگو داشت مسجد الحرام. بابا تو همه راه رفتی بلنگو شمردی، خب طواف میکردی. یا یکی دیگه برگشت گفت که من امسال 7 متر موز خوردم. گفتم میگه موزه متر یه دیگه، هر وقت موز مردن سانتی متر میگفتم تو یاد داشتم مینوشتم. ببین حاجی میره مکه موز متر میکنه، یا مثلا میره بلنگو میشوره، یا میگن یه وقت آقای رفسنجانی کاندیدای رئیس جمهوری بود، ازش پرسید خبرنگاره این دستگاله است که صد و سه آب میده، گفت نمره پاتون چنده؟ آقا حالا مثلا نمره پا 40 باشه یا 39 چه رفتی داره به رئیس جمهوری؟ چند تا بچه داره؟ حالا یا 3 تا یا 7 تا، چه رفتی داره؟ گاهی وقتا سوالای بی خودی راجع به امام زمان میکنن، خونش کجا، زن بچه‌ش کجا، چی میخوره، چه لباسی، چیه، سوالای لغو. بله، مدعیان دروغ، برداشت غلط از غیبت، از انتظار. گاهی هم انتظار فردی دارن، میگن امام زمان بیاد مشکل من حل کنه، دخترم شوهر بگیره. پس امام زمان امام یه نفر که نیست، نرغب و الیکه، همه با هم رغبت کنیم، نشکو الیکه، امام کره زمینه، امام مشکل من نیست. البته توجه به مشکل افرادم داره، اما نباید امام زمان را برای حل مشکل فردی بخوایم. ما از فرد باید بیم بیرون. در نماز کلمه فرد تو قرآن نیست، حتی یه نفرم که نماز روحانی باید بگه ایاک نعبد، نمیتونه بگه ایاک اعبد، استعین، السلام علیه تو نمازی، السلام علینا، اهدنی تو نمازی، اهدنا، اهدنا الصراط المستقیم، فقط خودمون رو نبینیم. بله بله، این اهدنا، السلام علینا، امام زمان را برای نجات بشریت میخوایم، نه برای که حالا این مشکل من امشب حل کنه، صلاح باشه حل میکنه، صلاح نباشه حل نمیکنه. بسیار خوب، نکته رو اشاره کردن که جنس انتظار حرکته، که گفت به انتظار نشستن بزرگترین خطای بشریت، من به انتظار تو میدوم، انشاءالله هممون در حرکت باشیم. حاج قرائتی، در بین جامعه اهل سنت هم ما جشنهای نیمه شعبان رو میبینیم، شوق اونها رو هم میبینیم. اهل سنت نگاهشون به امام زمان چجور نگاهیه، چجور نگاه میکنن؟ اصل امام آخر زمان رو قبول دارن. شما الان تو مسجد النبی کردی، مسجد النبی مدینه، اسم حضرت مهدی او بالا هست، اسم همه دوازده امام هست، اسم اصل امام آخر زمان میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، این اعتقاد هست. من تو خب یه چیزایی هم هست که اصل قبول دارن خلاصه. اصل حضرت کتابای زیادی هم نوشتن، روایات زیادی داریم، خیلی کتاب نوشتن که مهدی علیه السلام در کتب اهل سنت. آها، مصادیق رو برشمردن. بله بله، مهدی هم اسمش هم از اهل سنت روایت زیاده. بله. بسیار خوب. کلن آجا سابقه مهدویت به کی برمیگرده؟ مباحث در مورد حضرت مهدی از کی شروع شد؟ از خود مثلا از زمان بعد از غیبت ایشون یا قبل از اون همین اتفاق افتاده بود؟ مباحث مطرح شده. از کنم که در ادیان دیگه هم بحث امام زمان بوده، نه شخص حضرت مهدی. یعنی ادیان دیگه، حضرت مسیحیت، یهودیت، بودایی، ادیان دیگه هم معتقدن که آینده جهان دست آدم صالحیه. این اصل منجی آخر الزمان، یعنی کسی که جامعه را نجات بده، این اصل نجات همه قبول دارن. بله، اصلش تو ادیان دیگه هم بودن، حالا نمیگم همه، تو ادیان آسمانی این مسئله مطرحه، نجات بشریت به دست یک مرد خدا. حالا اون مرد خدا کیه؟ خب دوم عرض کنم بزرگ شما که روایاتی که راجع به حضرت مهدیه، آیت الله استادی میفرمود 1500 حدیث داره، که ما خیلی وقتا در بعضی کارا مثلا با 2 حدیث، با 10 حدیث، با 20 حدیث قصه رو بهش معتقد میشیم. 1500 حدیث.
آیت الله صافی میفرمود که 336 آیه داریم که مربوط به امام زمانه. اینم 1500 تا حدیث، 336 آیه در قرآن. اصلا یه سری آیه‌ای تو قرآنی که اگر امام زمان نباشه این وعده ها عملی نشده. مثلا قرآن سه مرتبه فرموده که لیوزهر او علی الدین کله، اسلام کره زمین میگیره. دو مرتبه گفته اسلام کره زمین میگیره، جای دیگه باز گفته اسلام کره زمین میگیره. سه بار خدا قول داده و وعده داده، ولن یخلف الله وعده، خدا خلف وعده نمیکنه. اگر امام زمان نباشه این وعده محقق نمیشه. خب بله، اسلام کره زمین میگیره، تا حالا که اسلام کره زمین نگرفته. پس باید یه زمانی باشه که این وعده عملی بشه. یا مثلا عند جندنا لهم الغالبون، حزب الله غالبه. الان حزب الله رو کره زمین غالبه؟ به هر حال یه حزب الله وقتی غالب میشه که امام زمان بیاد. بله، حال یه گوشه تو یه منطقه تو یه کشوری یه مش بچه حزب الله غالب شدن در یه مسئله، در یه روزی، در یه هفته ای، این وعده قرآن، این قرآن یه حزب الله رو کره زمین غالب میشه. این بدون امام زمان نمیشه. یا مثلا میگه ترهبون به عدو الله، دشمن خدا باید از مسلمان‌ها بترسن. الان نمیترسه، آمریکا اگه از ما میترسید که نمیمد تو همه کشور اسلامی نفوذ کنه، اون عراقش، اون افغانستانش، جایی هم که نیست، بالاخره دست چنگ آمریکا پیداست. قرآن میگه باید دشمن خدا از شما رو کره زمین بترسه. و این فقط مال امام زمان. خیلی آیه داریم که اگر امام زمان علیه السلام نباشه این وعده‌های خدا محقق نمیشه. 136 آیه فرمودید. 136 آیه از قول آیت الله صافی. چون ببینید الان نفر اول در امام زمان شناسی شاید بشه گفت، حال من که نمیتونم نقد این کنم، شاید نفر اول در امام زمان شناسی، یعنی در تحقیق روایات امام زمان، شاید نفر اول آیت الله صافی باشه. خدا حفظش. بله، منتخب الاثری که نوشته تقریبا مال 50 سال پیشه و هنوز بهتر از این کتاب نوشته نشده توی 50 سال. و این کتاب هم سرنخش مال آیت الله عظمای بروجردی بوده که در بروجرد راجع به امام زمان صحبت کرده، بعد ایشون گرفته سو توسعه و تکمیل و چه خوب. به هر حال ایشون میفهمون 336 تا، من تو امام زمان نمرم صفره، هرچی نمکنم باید بنده به یکی از بزرگان باشه. سلامت، خدا حفظتون کنه انشاءالله. ما امام زمان داریم که اینجا هستیم، ما امام زمان داریم که داریم زندگیمونو میکنیم و به یمنهی روز غلورا، امام زمان داریم که به یاد ماست، از احوال ما با خبره. تو رو فکر کردی که اگر امام زمان نبود چه اتفاقی می افتاد؟ در واقع چه اتفاقی می افتاد؟ روایات میگه لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، حدیثه. اگر امام زمان نباشه هستی فرو می ریزه. میگه میشه بله، تو اسکناس شما یه نخه، این نخه نباشه اسکناس شما ارزش نداره، این نخ نباشه اسکناس نداره. مثل ماشینی که اگر وصل به برق نباشه هیچ. ما الان صحبت میکنیم مردم ایران منو بدن، چون برق خاموشه، خلاص. برق هستی حضرت مهدیه، اون نخ اسکناس، حبل الله المتین، نخ محکم. چون هستی برای عبادت خلق شده، هستی برای ما، چون تو کلمه لکم تو قرآن زیاده، سخر لکم، خلق لکم، متان لکم، همون که شاید میگه ابر و باد و مه و خورشید لکم، هستی برای ما نه. ما برای چی هستیم؟ ما برای عبادتیم. این نماز ما چقدر میارزه که خورشید به خاطر ما درسته؟ خودمون نماز خودمون چقدر قیمت میکنیم؟ یعنی یک کسی که مرده میخوان نماز براش بخونن یه سال، مثلا با 5-6 میلیون نمازای یه سالشو میخونن، الان با کم زیادش، حالا نرخ نماز دستم نیست. اصلا خودمون نماز خودمون رو به 10-20 میلیون بیشتر قیمت نمیکنیم. 10-20 میلیون پول یه ماشینه. بله. یعنی کل هستی آفریده شده برای نماز من، خودت نماز دقیق میارزه. این باید یک رابطی باشه که نمازش، اشکش، گفتگوش، ارشادش، هدایتش، لطفش بادش بیارزه به این حیاتی که ارزشی بله. ببخش. وقتی من گفتم من این خونه میخرم به قیمت این چک، پس باید مبلغ چک یه چیزی بشه وزن این خونه باشه. نمیشه یه چک مبلغ کم بدی بگو این خونه بزرگ به خاطر این چک. باید برابری بکنه دیگه. باید برابری کنه. بله. قرآن میگه که کل هستی رو برای بشر آفریدم، بشرم برای عبادت. باید یه عبادتی وجود داشته باشه که وزنش وزن هستی باشه. ما که یه عبادت هایی که میبینیم خودمون هم خودمون قیمت کنیم، مفت قیمت کنیم. خیلی خوب. سوالی یکی از دوستان بیننده پرسید که فکر میکنم سوال خیلی از ماها باشه که واقعا امام زمان از ما چه توقعاتی داره، امام زمان انتظارش از ما چیه. فکر میکنم اگر این مشخص بشه ما تکلیفمون و وظیفمون مشخص میشه. والا امام زمان انتظارش همون انتظار خداست.
یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری جمع شدیم، یه نفر میگفت دغدغه‌های مقام معظم رهبری. چواری کلمه رو گفت. آقا که رفت صحبت کنه گفت چرا میگی دغدغه‌های رهبری؟ این دغدغه‌های خود خداست. مالکم لولا نفره افلا یتدبرون القرآن. خود خدا چقدر آیه داره میگه دغدغه من اینه. انی اخاف علیکم، انی اخاف علی امتی، دغدغه‌های رسول الله، دغدغه‌های امام زمان، همون دغدغه‌های قرآنه. اقامه نماز، امر معروف، عفاف و حجاب، کلاهبرداری، حق مردم دادن، احترام به مال مردم، احترام به ناموس مردم، جلوگیری از بددهنی، تهمت، تجاوز ناموسی، ارضی، مالی، فکری، تقوا، همون چیزی که تو قرآن اومده، امام زمان هم میاد همین کارا رو بکنه. بنابراین این الان امام زمان از ما میخواد که اول که زمانی که نیست، ما فقط از طریق مراجع تقلید فقیه عادل بی هوس سه تا شرط داره. فقیه یعنی اسلام شناس درجه یک، عادل بی هوس. باید اینجا بگم با کمال تأسف، بعضی فکر کنن خودشون میتونن مستقیم با امام زمان رابطه پیدا کنن، یعنی این نخوا قبول ندارن، این نخوا قبول ندارن نخه فقهای عادل رو. بله، یعنی هستن آدمایی که تو مسئولین مملکتی هم هستن، میگن نیازی به مرجعیت نیست، ما خودمون با امام زمان رابطه داریم. مثل آدمایی که نماز نمیخونن میگن خودم خدا رو دوستش دارم. بابا قرآن خود خدا گفته میخوای منو دوست داشته باشی بگو الله اکبر بسم الله از یه طریق. ولی آدمایی هستن که میگن نه من خدا رو قبول دارم ولی نماز نمیخونم. ما رابطه داریم با امام زمان، تو مسئولین مملکتی هم هستن که میگن ما میتونیم رابطه با امام زمان داشته باشیم، نیازی به فقها و مرجعیت نداشته باشیم. به زبونه میگن ها، در عمل گوش نمیدن. ولی راهش این نیست. راهش این، راه ارتباط با امام زمان او کسی است که 70 80 سال علم و تقواش تثبیت شده باشه. با انتخاباتم که امروز من رأی آوردم رئیس شدم، معلومه که تادم خوب باشی. این از کجا میگید شما؟ یعنی الان نکته شما حدیثه. حدیث داره زمانی که من نیستم، حضرت مهدی فرمود زمانی که ما نیستیم روات احادیثنا و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه. کسی که فقیه باشه، دنبال هویتش نباشه، عادل باشه، بصیر باشه، زمانی که من نیستم از او طریق با ما رابطه پیدا کنه. این راه ارتباط با راه امام فقط از راه مرجعیت. تقلید هم فکر نکن چیز وحشت آوریه، تعجب نکن. الان مراجع ما هم وقتی مریض میشن برن پلو کت شلواری یا دکترا، میگه یه قرص 4 ساعتی، اون کپسول 8 ساعتی، اون شربت 2 ساعتی، میگه چش. چطور مرجع 80 ساله به یک پزشک گوش میده؟ خب پزشک هم به مرجع گوش بده. تقلید مراجع ما هم تقلید میکنن، یعنی هر کدوم مریض میشن هر چی دکتر گفت میگن چش. همینطور که مرجع ما به پزشک میگه چش، پزشک هم باید به مرجع بگه چش دیگه. حالا دو سال دانشگاه رفتن و دو تا فلز پول پیدا کردن که گردن کلفتی نداری که. تقلید چیز عقلیه، رجوع به کارشناس. این رو مسئله عقلی رو امام زمان هم فرموده زمانی که من نیستم فقیه عادل بی هوس سه تا شرط. خیلی خوب. و بصیر. و بصیر. بسیار. شما میرنده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. خیلی خوشحالیم که در شب میلاد امام زمان این توفیق نصیبمون شد تا در این لحظات دعای همراه شما باشیم و در محضر حاجی قرائتی عزیزمون. شاید شنیدید که اعمال ما به حضرت ولیعصر عرضه میشه و ارائه میشه و حضرت اعمال ما رو میبینن و نامه اعمال ما رو امضا میکنن. منظور از ارائه نامه عمل ما به محضر حضرت یعنی چی آقای قرائتی؟ ببینید یک آیه داریم تو قرآن، سیر الله یعنی خدا میبینه عمل شما رو و رسوله، رسول خدا میبینه و المؤمنون، مؤمنون عمله. خب مؤمنون نه شما مؤمنین که نمیبینیم، الان شما میدونیم چه کردم، من میدونم شما چه کردید. این مؤمنون مراد مؤمنون خاصی هستند که روایت دارن اهل بیت پیغمبرن، امامان معصومن. بنابراین قرآن میفرماد خدا شو عمل شما رو میبینه، سیر الله عملکم، سیر الله، الله یعنی خدا و رسوله، رسول خدا و المؤمنون، خدا رسول، مؤمنون عمل شما رو میبینن. خب مؤمنون که کدوم مؤمن میدونم از شب چی غذا خوردم، با کی چه حرفی زدم؟ پس مؤمنون عادی نیستن، یه مؤمنین ویژه‌ای هستن که احاطه داشته باشن در عالم. اونها در روایات داره اهل بیت و روایات داریم که هر هفته اعمال شما به اهل بیت، به پیغمبر، به امام زمان عرضه داده میشه. وقتی اعمال خوب شاد میشه، وقتی عمل اون بده غصه میخوره. بسیار خدا کنه که با همین نکاتی که جای قرائتی در طول بحث امشب گفتن اونجوری رفتار بکنیم که حضرت خوشحال باشن. اون توقعات اگر برآورده بشه حضرت خوشحال خواهد شد دیگه. تو حرم امام رضا بودم، عالمی به من رسید گفت قرائتی چند سال طلبه؟
گفتم من 15 سالگی طلبه شدم. حالا باید بگم نیم قرن، الان باید بگم نیم قرن، اون سال سال جلو بود. گفت حضرت امیر وقتی یارانشو میدید لذت میبرد. عمار و شهادتین، حضرت امیر، عبیزر، سلمان، اینا وقتی اینا رو میدن لذت نه. شده یه بار حضرت مهدی نگاه کنه به تو لذت ببره؟ اینو گفت و رفت. من تو حرم منقلب شدم، گفتم اینم یک هدیه بود از امام رضا. گاهی وقتا امام زمان از ما راضی نیست، مثلا ما گاهی گریه میکنیم که چرا حق حضرت زهرا رو ندادن فدک، خود اون سهم امام نمیده. خب اگر بناس حق من دین، این یه میلیون تو 800 هزار تومان مال خودت، 200 هزار تومان مال امام زمانه، خمس سهم امام مال امام زمانه، بده به فقیهی که قبولش داری، بده به مرجعی که قبولش داری. ولی مثلا میبینیم که گریه میکنیم که چرا او حق رو نداد، ولی خود اونم نمیده. یا مثلا اسم مهدی میگیم، نه حالا مهدی قدیمیه، یه اسم جدید بذاریم. حاضر نیستیم اسم امام زمان رو خودمون بذاریم، اسم زهرا، خواهرم زهرا داره، برادرم فاطمه داره، با خواهر تلفن داره، برادرم یخچال داره، پس شما دیگه تلفن یخچال نخرید. یعنی چه خواهرم داره تو همه خونا؟ ما وقتی دیدیم در ایران 3000 تا علی آباده، این رمز تشیع ایرانه، عشق ایران به اهل بیته که 3000 تا علی آباد ما داریم تو روستا، تو همه خونا مهدی باشه، تو همه خونا زهرا باشه. به هر حال صدقه میدی، چرا؟ برای سلامتی خودت، برای سلامتی امام زمان و همه، برای همه سلامتی بده. به هر حال امشب دعا میکنی، نگو اونا که من دوستش دارم، حتی به دشمنات دعا کن. امام سجاد برای مرزدارا دعا میکنه. و مرزدارا کیان؟ ارتش گره به مرز رسیدن، همون لشکر بنی امیه که بودن کربلا امام حسینو کشتن. با اینکه این لشکر لشکر یزیدن، ولی چون فعلا لب مرزه در حقش دعا میکنه. نگاه بلند ایتون، نه ایشون بازدید من نمیده، تو عروسی دخترم نمیدونم چی کرده، نمیدونم دخترم زایی چش روشنی نه، یه سر یه چیز جزئی، یه کار میگم بکنم شب. بالاخره حالا من معلم 32 ساله شما هستم، تو رو به جان امام زمان هر که به ظلم کرده ببخشش. ولی یه فوش داده، یه مطلبی که گفته، تحقیرت کرده، پیش پات پا نشده، جسارت ببخش دیگه. نیمه شبون مردم خیابونا رو روشن میکنن، شما قلب خودت رو روشن کن، قلبت رو چراغونی کن، چراغونی از تو باشه، هم دیگه رو ببخشیم. و در این شب قدر بخوام که برکات شعبان و رمضان آینده رو درک کنیم. این آدم به چشم آب که میرسه، آب برای خودش هم ذخیره میکنه. امشب یه شب مهمیه. اصلاً امام فرمود کسی که شب نیمه شعبان احیا بگیره، دلش زنده است. اون روزی که همه دلا مرده، دل یکی زنده. همین امشب دعا کنید به اونا که به شما ظلم کردن، به اونا که یادت میاد. افرادی هستن بالاخره پارسال نیمه شعبان بودن نیستن، سال قبل بودن نیستن، ما هم فراموش میشیم. الان جد هفتم شما چیه؟ پدر رو میشناسید؟ پدر بزرگ هم میشناسید؟ پدر بزرگ نهم شما نمیدونم چه. الان ما الان چند سال دیگه من فراموش میشم. بچه‌ها میشناسن، نوه‌ها میشناسن، خلاص. فراموش شده های تاریخ. این شب‌ها باید میلیونی دعا کنم، میلیاردی دعا کنم. صدها میلیون منحرف رو کره زمینه. دعا می‌کنیم خدایا صدها میلیون منحرف رو کره زمینه، خدا یا وسیله هدایتشون فراهم کن. دعا که میکنیم میلیونی و میلیاردی دعا. آخه وقتی فکر میکنیم از خودمون کم میشه اینجوری دعا بکنیم. نه خیلی، اتفاقا حدیث داره میگه کسی به دیگران دعا کنه، فرشته در حق خودش دعا میکنه. ببینید مثال بزنم. ظرف میوه رو بیارن پلو من. من اگر این میوه رو برای خودم ورداشتم، این میوه رو به بغل میده. یه پلو من میبره. چون برای خودم ورده. اما اگر ظرفی میگن جز وردستم دادم به این دادم به اون تا مادمی که به اینو بودم این نگر بدارم میبرم. یعنی اگر به دیگران دادیم خدا نعمت برای ما نگر بداره. اگر فقط داره خودم وردشتیم بندم رد میکنم. این مثال آجر هم شما زده بودید که شاگرد بنا اگر آجر بندازه پایین، آره، آجر آره، نندازه آره، آجر بای دستش آره، نمیاد. اینا که ضربه تاق ضربه میزنن این آجر میگیرن میچسبونه. اگر آجر رد کردی یکی دیگه بهت میده. اما اگر آجر تو دستت نگر داشتی اونم آجر پایین نگر بده. قرآن میگه، قرآن میگه فهو یخلفه بده جاشو پر میکنم. مثلا امام جواد فرمود من امام جوادم زامنم اگر خمس بدی کم نشه. بابای من تاجر بود تو بازار کاشون، 50-60 سال بازاری بود. گفت تمام کسانی که تو بازار کاشون ورشکست شدن کسانی است که خمس ندادن. امام جواد فرمود من زامنم خمس بدید مالتون کم نشه. امام زمانت ببخشید امام جواد، امام جواد فرمود من زامنم
که اگر خمس دید مالت کم بشه. و امام کاظم فرمود که اگر پول حق رو ندید خدا یک جور زندگیتونه تابش میده دو برابرشه در حق باطل. مثلا یه جا باید 5 میلیون بدید نمیدی، خدا یه خرج 10 میلیونی ترخ میذاره تو سفرت. اینا حساب و کتاب داره. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی بود واقعا. یه تذکرایی که واقعا شب و وقتشه که خود به خودمون بیایم و فکر بکنیم و خودمون رو محک بزنیم ببینیم که چقدر دین داریم و چه جوری داریم دینداری میکنیم. میگن امام زمان در بین ماست، تا جای قرارت در میان ماست، ولی ما او رو نمیشناسیم. چرا؟ چرا اصلا اینجوریه؟ تو دعای ندبه هست به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، یعنی قربونت برم کسی که تو ما هستی اما من نمیبینیمت. قرآن یه آیه داره تو فیلم حضرت یوسف هم بود که یوسف برادرش شناخت ولی برادران نشناختن که این یوسفه. فعرفهم، یوسف اونا رو شناخت و هم لهم منکرون، اونا اون نشناختن. طور این امام زمان ما رو بشنسه ما نشنسه. نمونش یوسف. خب اگه بشنسیم چه اتفاق میفته واقعا؟ ما ظرفیت نداریم. ببینید من یه مسئله تو تلویزیون تو درس از قرآن گفتم، اگر یه لامپی رو زدن شکستیم، مسئولین برق میگن لامپ دوم شکستیم، لامپ سوم شکستیم، لامپ هفتم شکستیم، لامپ یازدهم شکستیم. اگر 11 تا لامپ بزنن ما بشکنیم، حق این دیگه لامپ 12 رو واسه نکنم. 11 چراغ هدایت علی ابن ابی طالب امیرالمومنین شکستیم، امام حسن شکستیم، امام حسین شکستیم، 11 چراغ هدایت ما شکستیم. این معلوم میشه دنیا ظرفیت امام معصوم نداره. باز صبر کنیم تا دنیا برسه. ببین امام خمینی 42 قیام کرد، ولی مردم 57 رسیدن. اگر رسیدند گوشت پخته شد تا تکونش دادی گوشت و استخون جدا میشه. وقتی پخته نشده هی با چاقو کشید آخرش هم جدا میشه. میوه هم همینجوری جا تا نرسه بعد کنده میشه در واقع. میوه وقتی رسید راحت کنده میشه. این مسئله باید ظرفیت. حدیث داریم که هر دوره دو سه رو رئیس جمهور میشه، حاکم میشه، ولی فقیه میشه، کت خدا میشه، رئیس مجلس میشه. هر چند روز یه کسی یه پستی میاد دستش که همه بگن نه نشد. بگم باقا ول کنید خود صاحبش بیاد، چون اگر امام زمان رو زور کنم میگه بله ما نم بودیم عدالت اجرا میکردیم، ما نم بودیم مثلا تقوا را اجرا، ما نم بودیم همچنین. باقا نه آقا تو هم بودی کاری نکردی. همه اینا که شعار میدن دو سه رو رئیس بشن بعد معلوم بشه هیچ کدوم هیچ کاری نتونستن بکنن. نه هیچ کاری نه اون فکر میکردن کار مطلوب نکردن. این حدیث است که میگم از خودم نیست، حدیث داریم قبل از ظهور امام زمان هر گروهی دارای هر فکری هستن دو سه رو رئیس میشن. دو سه رو رئیس میشن، خب بسم الله گر تو بهدر میزنی بستان بزن. این باید برسن به این که واقعا همچین آماده بشن برای اکثرا 42 امام فریاد زد 57 مردم رسیدن. مریدای امام 42 خلوت بود، کم به تدریج و جنایت شاگردشون روشن شد، یه مرتبه مرگاشا را افتاد. باید برسه جامعه که جز رهبر الهی این رهبرای اینا نمیتونن دنیا رو نجات بدن. باید اون رهبر باشه. بسیار خوب، انشالله همه ما زود برسیم به اون جایی که باید برسیم. بعضی از دوستان خوب بینندمون پرسیدن که چگونه میشود که یک کودک 3 ساله امام بشود، چه اتفاق میفته، این توجیهش چجوریه؟ باز در اینجا ما یه مثالی داریم، مثال شما فلش کامپیوتر جبت نیست؟ الان نه همراه میسید. شما هم ندارید؟ دوستان فلش کامپیوتر دارن؟ فلش کامپیوتر ندارید که؟ ندارم. خب جوان ها میدونن فلش کامپیوتر چیه؟ این فلش کامپیوتر 1 سانت در 1 سانت فلز در توش هم خالیه، به اندازه تخمه کدوی پوک. این فلش کامپیوتر میزنی به کامپیوتر، بعد چند لحظه یک کتابخونه وارد این فلز میشه. این کی ساخته؟ مهندسین بشری. یعنی چه؟ یعنی بشر چیزی ساخت که 50,000 جلد کتاب در چند لحظه بیاد توی فلز. یعنی علم را بشر از فلز به فلز، از جماد به جماد منتقل کرد. خدای این مهندس و خدای این مغز و خدای بشر نمیتونه علم امام عسکری به بچه 3 ساله منتقل کنه. میتونه. خیلی خوب. خیلی خوب. گاهی رادیو کوچیکه. بله. 10 موج میگیره. گاهی رادیو قد بشکه موج ترون هم نمیگیره. نمیگیره. بنابراین کیلویی نیست. متری نیست، سنی نیست. خدا اگر اراده کند این ابر رو به یک بچه 1 سالم بده میده. قرآن هم میگه که حضرت عیسی در کودکی پیغمبر شد، حضرت یحیی همینطور. ما پیغمبران در کودکی اینها پیغمبر بودن.
این علم باید خدا مثل لامپه، لامپ چه کوچیک بشه چه بزرگ، اگر وصل به برق باشه نور داره، وصل به برق نشه لامپ بزرگی هم باشه نور نداره. بسیار، یعنی لامپ کیلویی نیست، اتصالش به برق مهمه. مهمه. ما چه وقت داریم؟ 2 دقیقه؟ خیلی پس فرصت نداریم. خیلی خوب، یه خاطری آجاره در حتی از نیمه شعبان داره، اینم امشب بشنم فکر کنم خالی از لطف نباشه. تو مدینه آجاره نکته که گفته بود فکر کنم دوستانم بشنم بعد. بله. اکتونم یه شبی مثل امشب نیمه شعبانی بود، ما مدینه بودیم تو فندق الدخیل راست قبرستان بقیع، خدا انشالله قسمت همه کنه. طبقه پایین مغازه بود، طبقه دوم غذاخوری بود، از سوم به بالا هم کاروانای عمره. من طبقه دوم که رفتم غذا بخورم گفتم خب امشب یه کاری بکن شب نیمه شعبانه، چه کنیم؟ گفتم هیچی، برو مغازه های پایین یه مقدار پیراهن زیر پیراهن خود نویس از اینا رو بخر، بده به آشپزا، بگم شب نیمه شعبانه میخوام عیدی بدم. اون زمانم آشپزاش تو هر آشپزه هتلی تو هر هتلی بود، متمرکز نبود. خوب که طراحی کردم یادم اومه که پولم تموم شده، من تو دنیای بی پولی داشتم نگهت میکردم. یه بارم زمان شایی همچی اتفاقی افتاد، من قبا نو پوشیدم بیام تهران، تا سوار اتوبوس شدم شاگرد شوفر گفت آقایون کرایه هاشون حاضر کنن، من دم لبا واسم نو پوشیدم پول توش نیست، فوری دویدم گفتم آقای راننده ببخشید سری منو پیاده کن. گفت چه خبره؟ گفتم من برای رفتن تهران زمان شا بود لباس نو پوشیدم ولی پول نداشتم توش، یادم رفته، حالا متوجه شدم پول ندارم، فوری پیادم کن. یه نگاهی که به من گفت نمیخواد پول بده، مهمون ما برو بش. طلبه جوانی بودم حدود 40 سال پیش، گفتم آقا من تهران حال پیاده شم اول بدبختی من، یا همینجا پیادم کن یا خرج تهرونم بده. شوفر گفت باشه خرج تهرونم بده. آره یه خود پول از شوفر گرفتیم و عرض کنم با دو جناب عالی که بعدم بهت بشتم. تو مدینه بودید؟ حالا تو مدینه بودیم و متوجه خواستم یه پیرن زیر پیرنی بخرم بدم به آشپزا شب نیمه شبان عیدی، بعد دیدم لباس پولم تموم شده، یه خود قصه خوردم. مشغول غذا خوردن شدم، چند دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه کمتر بیشتر نمیدونم شد یا نشد، یکی سوما بغل من نشست گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت که آشپزا میان از شما تشکر میکنن، شما چیز نگی. گفتم آشپزا بره چی از من تشکر کنن؟ گفت من اون وقت غذا میخوردم یه مرتبه به قلبم جرقه خورد، انگار به من الهام شد، به خطورم فشار اومد به مغزم که همین الان غذا نمیخواد بخوری، برو پایین پیراهن زیر پیرنی خود نمیست بخواد بده به آشپزا ایدی. بعد من گفتم اگر من ایدی بدم، خواهم گفت یه زوار ایدی داده، بگم قرائتی داد، چون تو مشهور هستی اون آشپزه بیشتر خوشی میکنه، من به نیت تو این کاری کردم، حالا اگر اومدن تشکر کردن چیزی نگو. من در یه لحظه گفتم یا حجت ابن الحسن، ای مهدی جون، ای امام زمان، تو کی هستی؟ من که نوکر بدیم برای تو، من که پا نشدم از جام، من که حرف نزدم، من که ایچیدیان خرج نکردم، این که قضام خود باباش کیه ننش کیه، چه رابطه با این داشتیم در عمرمون، چطور شد در همین دقیقه به دلش برات شد، چطور شد همون کلمه که من گفتم پیراهر زیر پیرنی خود نویس نیت. یعنی امام زمان اینه، یک قدم بریم سمتش کمک میکنه، به منم گفته شما راه خدا رو بروید، هر جام خوابتو برد بفهمید. ببخشید، خواهش میکنم، اگر شما راه خدا رو بروید هر جام کم آوردید کمکتون میکنم. میگه آمریکا به ما حمله نکردن ماجرای تبس، مسئولین توجه نداشتن، خود شنای تبس ماموریت پیدا کردن هلیکوپترا رو سرنگون کردن. یعنی اگر ما بنده خوب خدا باشیم، اونجا هم که غافلیم، اونجا هم که نمیفهمیم، امدادهای غیبی میرسه به ما، وحی نازل نمیشه اما امداد غیبی به ما میرسه. بنابراین ما باید امام زمان رو بهش عشق ببرزیم و دخترای عزیز از شب نیمه شعبان تصمیم بگیریم حجابمون بهتر باشه. این همه حرف گاهی 2 ساعت میشینیم فلون کشور به فلون کشور گل میزنه، 2 ساعت بره توپ فلانی نگاه ده، 5 دقیقه پشت نماز بخون. ما که با هر کسی حرف میزنیم، خب 5 دقیقه با خدا حرف بزنیم. امام زمانی که از خصوصیاتش اینه وقتی سلام میکنه سلام به نماز، السلام علیک ان تصلی، مهدی جون سلام بر اون نمازات، سلام بر رکوع تین ترک، سلام بر سجده، سلام بر تشهد، سلام بر قنوت. یعنی مسئله نماز مسئله مهمیه، جدی بگیریم. 10 دقیقه حرف زدن با خدا
خیلی مهمه. به هر حال امیدوارم که تمام برکات نیمه شعبان قسمت همه ما بشه و تمام برکات ماه شعبان و ماه رمضان قسمت همه ما بشه. اون که خیلی مهمه اینه که امشب به خاطر نیمه شعبان هر کس ناراحتی ببخشیدش، بیام آشتی کنیم، در دلمو کینه نباشه. ببین اگر این لیوان سوسک و پشه توش باشه، خود شما هم شیر و شربت و چای نمیریزی، میگی کثیفه. قلبی که کینه توشه مورد لطف خدا نیست، قلب سلیم، قلب منیب. و السلام علیکم و رحمت الله. خدا حفظتون کنه جای قرائتی. ما انشاءالله روزهای سه‌شنبه در برنامه سمت خدا در خدمت اوجای قرائتی خواهیم بود، ان شاء الله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. شما برنامه سمت خدا رو هر روز میتونید حوالی ساعت 13:30 یک و نیم بعد از ظهر از شبکه 3 سیما ببینید و تماشا بکنید. یکی از اعمال امشب که اوجای قرائتی هم اشاره کردن دعای کمیل هست که دوستان ما سلیقه به خرج دادن و ان شاء الله حسن ختام برنامه ما فرازهایی از دعای کمیل خواهد بود. وقت داریم؟ بله، خیلی خوب. ان شاء الله هم نوا میشیم با حضرت امیر در دعای کمیل و دوست داریم که یک دعایی بفرمایید حاج قرائتی و همه ملت ایران که الان بیننده برنامه ما هستن آمین بگن و انشاءالله این دعاها مستجاب بشود. همه ملت ایران که اونایی که میبینن چون شب بله دیگه هست. بله دوستان بله. اللهم صل طوری نیست، حالا دست تو هپاتلوزه مستی دست تو بالا کن. حدیث داره میگه دست اومد بالا، خدا میگه محروم نمیکنم، یا همونی که میخواد بهش میدم، یا مشابهش بهش میدم، یا دفع بلایش میکنم، یا برای نسلش میذارم، یا برای قیامتش. دست بیاد بالا محروم نمیشه. و حدیث هم داریم میگه 10 مرتبه یا رب بگی، خدا میگه لبک چی میخوای بدونم. حالا 10 تا یا رب نیم دقیقه طول میکشه، کمتر نیم دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب 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 یا رب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور حضرت مهدی را نزدیک، قلبش را از ما راضی و ما را از یاران مخلصش قرار بده. نسل ما را تا آخر تاریخ از یاران حضرت مهدی قرار بده. تمام برکات شعبان و رمضان امسال و هر سال را نصیب همه ما بفرما. زیارت کربلا را که از بهترین اعمال شب نیمه شعبانه نصیب همه ما بفرما. امنیت را بر عراق حاکم کن تا مردم با یک آرامشی زیارت با معرفت ذخیره قبر قیامت انجام دهند. انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. خدا حفظتون کنه. خیلی ممنون، متشکرم از همراهیتون. برای اومدنش دعا بکنیم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. تا سلام دوباره در پناه خداوند متعال باشید. عید میلاد مبارک همتون. حاجا متشکرم از شما. ممنون.